با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم به دعایی که باعث عصبانیت بازیگر محبوب دلها خانم مریم امیر جلالی شد بپردازیم. اگر علاقمند به این ویدیو هستید لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. خانم مریم امیر جلالی با حضور در برنامه 40 تیکه از ماجرای جالب بازیگر شدنش گفت. برای سریال زیر گنبد کبود در طبقه پایین منزل ما فیلم برداری می کردن. من هم سر کار می رفتم و روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل بودم پشت صحنه این فیلم می رفتم و برای عوامل فیلم قهوه ترک درست می کردم و خوشحال بودم از اینکه آنها در آنجا کار می کنند و از نزدیک آنها را می بینم. حدود یک ماه بعد این گروه به لوکیشن دیگری رفتند. یه روز آقای بهروز خوشرز که یکی از خوش اخلاق ترین و خوش حساب ترین تهیه کننده ها هستند از من خواستند که یک روز برای نهار به دیدن آنها بروم. بعد از نهار آقای زرین پور از من خواستند که در یک سکانس بازی کنم و در نهایت با اصرار او من این سکانس را بازی کردم و این چنین شد که بازیگر شدم. خانم مریم امیر جلالی متولد 29 آذر 1326 در تهران هستند. شهرت خانم مریم امیر جلالی بیشتر به علت بازی در مجموعه های طنز سالهای دهه 80 است. خانم امیر جلالی به عنوان خواننده با گروه موسیقی بیان نیز همکاری داشتند. خانم مریم امیر جلالی قبل از شروع بازیگری کارمند وزارت بازرگانی بود. او به عنوان رئیس تمرکز حساب‌ها در شهر و روستا مشغول بوده و همزمان با انتشارات خارزمی به عنوان مدیر مالی و در شرکت‌های ساختمانی سنگ و ستون نیز در سال 1378 بازنشسته شد. بازی مریم امیر جلالی در سریال خانه به دوش رضا عطاران در سال 1383 مورد استقبال مردم قرار گرفت و از او چهره شناخته شده ای ساخت. و اما نظر خانم مریم امیر جلالی در خصوص سنش. خانم مریم امیر جلالی گفتن من 90 سالمه و دوست دارم آرایش کنم. خانم مریم امیر جلالی در بخشی از گفتگو با واکنشی تند عنوان کرد که دوست ندارد درباره سنش صحبت کند و این مسئله کاملا شخصی است و به هیچ کسی ربطی ندارد. او همچنین در ادامه گفت سن من یک راز است که در شناسنامه من ثبت شده و فقط خودم باید بدونم و به هیچ احدی ارتباط پیدا نمی کند. چرا ما عادت کردیم مدام سرمان در زندگی این و آن باشد؟ مردم به من میگن شما خانم ازتون سنی گذشته، چرا آرایش میکنید؟ خانم و آقای محترم، من دوست دارم آرایش کنم و این به خودم مربوطه. من آراستگی رو دوست دارم. صبح که از خواب بلند میشم موهایم رو شونه میکنم، لباس مرتب میپوشم، چون من از بچگی عادت کردم که خوب بخورم، خوب بپوشم و خوب بگردم و این مسئله فقط به خودم مربوطه، نه به کس دیگری. اما صحبت‌های مجری باعث عصبانیت خانم مریم امیر جلالی شد. در ادامه ویدیو میشنویم این گفتگو رو. با ما همراه باشید. ولی سنتون رو نگفتی. سن من 72 سالمه است. ماشاءالله. متولد. ماشاءالله. برای بچه‌م، برای دامادم، برای نوه‌هام دلم تنگه. بلیطم گرون شده. نمیتونم دیگه برم. با اینکه اونا میگن اصلا تو فکر اونم نکن. خودمون بلیط برات میگیریم ولی دلم نمیخواد که اونجا اینجوری نیست که بشینن از آسمون براشون پول بباره، باید زحمت بکشن کار بکنن و منم راضی نیستم که اونا کار بکنن پول بلیط منو بدن. با حقوق بازنشستگی مگه میشه بلیط خرید؟ در این قسمت خانم مریم امیر جلالی عصبانی میشن و این عصبانیت جذابیت خاصی رو برای مخاطبان این برنامه داشته. با هم میشنویم. نه اصلا به حقوق موقع ولش کنیم. من امیدوارم یه بلیت خیلی جان به موقع هدیه داده بشه به شما و برید فرزندانتون ببینید. چی هدیه بده؟ من نمیدونم. من چی من نمیدونم والا. بله تو رو خدا من گیر نندازی. من یه دعا کردم سر کار میری قسط آخر تو تهیه کننده الهی با امید تو. من داشتم دعا میکردم.
که چی؟ دعا میکردم که خداوند لطف بکنه هدیه‌ای به شما برسه که شما راحت بتونید فرزندان عزیزانتون رو نزدیک ببینید، دلتنگیتون برطرف بشه. آخه الکی به این از همون حرفاست دیگه، شما یه چیزی بگید من آمی. عجب حسابداری. خب شد برای من کار. عجب حسابداری ان. حرفا میزنینا. غلط کردم. نه دور جون. مخلصتون. دور جون. جوری قانع شدم. دور جون آقا یه چیزی بگو یه. واقعی جوری قانع شدم که دیگه فقط از شما درخواست می‌کنم بریم خاطره بعدی رو ببینیم. در ادامه یه ویدیو با هم میشنویم صحبت‌های جنجالی خانم مریم امیر جلالی رو. لطفاً با ما همراه باشید. رضا جان من چند سالمه؟ من 78 سالمه. 2 سال دیگه. حالا بذار بگم 78 سالمه. 72 سالش. بعد بی اعصاب نیستن، خندیده با شوخی گفت هستم بی اعصابم هستم. بذار بگی من بی اعصابم. خیلی مهربونم با هم جدی. بابا بذار من بی اعصابم. آقا اعصاب اصلا ندارم، خیلی هم عصبی هم، خیلی هم بد قنوقم، خیلی هم بد تینتم، خیلی هم پدر سوختم. نه خیلی خوبم. نه خیلی خوبم. شوخی کردم با شما با من جدی. آقا من شوخی با کسی ندارم. خب شما باش شوخی میکنیم. خانم مریم امیر جلالی در یک لایو اینستاگرامی عصبانی شد و گفت هر کسی وارد صفحه شخصی من میشه باید محترمانه صحبت کنه، در غیر این صورت اگر یک کلام حرف ناجور زده شود بلاکش میکنم. کسانی که با عشق با من صحبت میکنند با عشق با آنها جواب میدهم. در ادامه ی ویدیو صحبت‌های خانم امیر جلالی رو با هم میشنویم. با ما همراه باشید. با عشق جوابشونو میدم. بعضی اوقات میان توی صفحه به من میگن خب این بنده خدا چیزی از شما سوال نکرده بود که اینقدر تون جوابشو دادی. یک کلام اگر تون با من صحبت بکنین، حرف نارب بزنین، حرف ناجور بزنین، بلا فاصله بلاکی. اینو از الان بهتون بگم. سعی کنین تو پیج من میاین محترمانه صحبت بکنین، با احترام صحبت بکنین. بی احترامی کنید بلا فاصله بلاکتون میکنم. اینا گفته باشم. رسولی نام منو ببر. آقای رسولی چند دفعه من باید نام شما رو؟ آخه نام شما به چه درد میخوری که من نام شما رو ببرم؟ بانی هم که باشی بازم دوسته. شوهر جا قربونت برم، تو که میدونی فدای تو بشم من عصبانی هستم، تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ من عصبانی هم، تو منو دوست داری؟ شوهر سلطانی تو که منو دیگه میشناسی فداچم. حالا اونایی که میان این حرفا رو میزنن که شناختی از من ندارن. دوستان عزیز، لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفاً شیر بکنید و لطفاً اگر خاطری از خانم مریم امیر جلالی با فیلم های مختلفشون به خصوص سریال خانه به دوش دارید برامون در کامنت ها بنویسید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. با تشکر از همراهی همیشگیتون.